سلام، روزت بخیر شاگرد خوب. خدا کنه که از گزند مشکلات و مریضی ها در امن خدا قرار گرفته و در سایه خود را به شکل منظم سپری کرده باشی. رسیدیم امروز در قسمت درس دهم، مضمون دری صنف چهارم. عنوان داریم تحت نام دستور زبان. دستور معنی لغوی خود داره. زبان با چی گفته میشه و اسم چی تعریف داره و چی خصوصیات هم داشته باشه، در موردش صحبت خواهیم کرد. دستور معنی لغوی خود وقتی که داره ما معنی لغویش مشخص میکنیم کنه. دستور در واقع در لغت به معنی فرمان ما میده، امر. ولی در قانون زبان، در قسمت قواعد زبان، دستور زبان که میگیم یعنی تمام قانون و قواعد یک زبان در صورتی که به شکل آگاهانه و علمیش مطالعه کنیم به نام دستور زبان میگیم. پس دستور زبان هر زبان فرق میداشته باشه، ولی عنوان عمومی برای هر زبان گذاشته میشه. مثلا به زبان انگلیسی گرامر میگیم، ولی در زبان فارسی چی میگم؟ دستور زبان. وقتی که دستور زبان میگیم دریجه مشخصتر اگر واضح بسازیم، دستور زبان فارسی دری، درست؟ در واقع دستور زبان فارسی دری در این چند عنوان کوچک و خرد نمی گنجه، بلکه یکی از گوشه های بسیار کوچک دستور زبان اسم تشکیل می‌دهد. خب اگر در واقع زبان ما مشخص کنیم که از کدام بخش ها مطالعه باید شود، مثلا دستور زبان زمانی که از زبان دریل مطالعه کنیم، بخش صرف داریم که علم شناخت واژه ها در اونجا مطالعه میشه، که کلمه یا واژه از زمانی که میگیم آیا مستقل است، نامستقل است، مربوط به اگر مستقل است کلمه ها یعنی استقلالیت و معنای خود می داشته باشه، از لحاظ شکل به چند بخش تقسیم میشه، از لحاظ معنا به چند بخش تقسیم میشه، پس از لحاظ شکل اگر بگوییم به سه بخش تقسیم میشه، ساده ساخته میشه. و در صورتی که بگوییم از لحاظ معنا با اسمیه گفته میتونیم، حضور گفته میتونیم، بخود که خود اسم در واقع مربوط گروه اسمیه میشه، که گروه اسمیه خودش به چهار بخش تقسیم میشه: اسم ها، صفات، ضمایر و میتونیم اعداد را نام بگیریم، که هر کدام از اینا یا اسم است، یا اسم معرفی میکنه، یا بجای اسم قرار میگیره، یا نام یا اسم های بعد مقدار ها بیاره. پس در واقع میم به طرف عنوان بسیار کوچک از زبان و دستور پرسیدهی اسم معرفی میکنیم. اسم چی نوع کلمه است؟ کلمه مستقل است. کلمه است که مستقل است برای یا برای نامیدن انسان، حیوان، نبات، جنس، شی، مکان، زمان و غیره استفاده شد. یا بکنه مانند ابن سینا کتاب قانون را نوشت. کتاب القانون یا قانون مربوط ابن سیناست. سینا اسم است، کتاب اسم است، قانون اسم است. خب ابن اکثرا در صورت که خب دیگه میخوایم واضح بسازم، کلمه که خاص باشه مثل سینا، در مقابلش ابن با الف نوشته میشه، درست است؟ و در صورت که در بین کلمه دو کلمه خاص ابن قرار بگیره، باز میتونیم الف حذف کنیم و بدون الف بدون نوشته کنیم و ابن بخونیم. مثلا خالد ابن ولید، خالد ابن ولید، ابن بدون الف نوشته میشه در بین دو اسم خاص. پس در اینجا هدف سر تمام اسم ها بوده میتونه، چون معرفی یا تعریف اسم است. مثل سینا اسم خاص است، کتاب اسم عام است، قانون هم از جمله اسم ها بوده میتونه. پس سینا اسم خاص، کتاب اسم عام، قانون اسم عام بوده.
قانون ها متفاوت بوده میتونه، کتاب ها متفاوت بوده میتونه، ولی وقتی بالای کسی سینا گذاشته شود، یعنی سینا برای شخص مربوطه، شخص مذکور خاص است، به خاطر که هر شخص صفات، خصوصیات، کرکتر، عادات، صدا، چهره است، بلندی خط و تفاوت های مختلف خود می داشته باشه، به او اساس اسم سینا بالای هر انسان خاص است. در جنگل های پکتیا و بادغیس درختان جلغوزه، پسته، بلوط و ارچه پیدا می شود. جنگل اسم عام است. پکتیا اسم خاص است. بادغیس خاص. درختان به خود کلمه درخت اسم عام است. جلغوزه عام، پسته عام، بلوط عام، ارچه عام. پس اینا اسم ها است. و در صورتی که ما بخواهیم اسم ها را جدا بسازیم، که اگر اسم یک کلمه اسم است، آیا عام است، خاص است، معرف است، نکره است، اسم ذات است، اسم معنا است، اسم صوت است، اسم آله است و غیره، اسم های متفاوت، اسم زمان، اسم مکان، پس اینا رو میتونیم که تحت یک عنوان بررسی کنیم و مثال هایش مربوط عنوان داشته باشیم و تعریف از عناوین بکنیم تا مشخص شود که هر کلمه که نام چیزی یا شی یا جنسی یا کسی می باشد، جزئیاتش اگر بهش توجه کنیم، خاص است، عام است، چی است، باید مشخص شود. خب توجه میکنیم در قسمت اسم خاص چی تعریف داره؟ اسم است که بر موجود معلوم و مشخص دلالت کند، که ام نوی خود، ام مانند خود، ام خود خواص و کیفیت خود نداشته باشد. پس دو نوع اسم ها اسم خاص میگن. مانند کابل، مثلش وجود نداره. نادیه، مثل نادیه کسی وجود نداره. نادیه اسم خاص میشه. افغانستان اسم خاص است، مکان است که آب و هوای متفاوت، نقشه متفاوت، سرسبزی متفاوت، مردم متفاوت و جغرافی متفاوت خود هم می داشته باشه. مهتاب مثل خود نداره، اسم خاص است. آفتاب مثل خود نداره، خاص است. یا انواع اسم های متفاوت دیگری. اگر بگویم که مثلا مادر، پدر، انسان و غیره کسا، با اینا اسم های خاص بودن میتونه. سعدی، فردوسی، مولانا جلال الدین محمد بلخی و حافظ از جمله شاعران مشهور زبان فارسی هستند. به سعدی، فردوسی، مولانا، یعنی مولانا که میگیم مطلب ما جلال الدین و همچنان فردوسی، اینا همیشان اسم های خاص است. خب روزنامه های مشهور کشور ما عبارتند از کدام ها هند؟ هر کدام یکی از این روزنامه ها خاص است، بخاطر که در جای خاص، با کرکتر خاص، با خو خواص خاص اینا استفاده میشن و نام بالایشان گذاشته شده است. پس در صورتی که میگیم روزنامه انیس، اصلاح، آرمان ملی، حیوات و غیره، کلی از اینا اسم ها خاص است، بخاطر از اینکه روزنامه انیس مثل روزنامه اصلاح و روزنامه اصلاح مثل روزنامه آرمان و حیواد و غیره بودن نمیتونه. طرز نوشتارشان، طرز جمله بندیشان، طرز کرکتر و خو خواص دیزاینش متفاوت میتونه باشه. خب وقتی که دقت داشته باشین، بتونین شما هم شاگردا اسم های خاص پیدا کنین، مشخص کنین و کتاب ها را وقت مطالعه میکنین، اسم ها را دریافت کرده، مطالعه کرده و در جمعوری کلمه هایش کوشش کنین. پس رسیدیم در قسمت وظیفه خانگیتان. شاگرد عزیز، نوشتن درس یک بار در نظر می داشته باشین و همچنان برای اسم تنها، البته خاصه فکر میکنم، در مورد اسم